سلام دوستان، علی هستم و میخواییم با هم جلسه 25 از آموزش نرم افزار پروکرییت به زبان فارسی رو شروع کنیم. خب این جلسه هم مربوط میشه به لوازم جانبی آیپد یا نرم افزار پروکرییت یا هر نرم افزار دیگه ای، ولی چون توی کلاس پروکرییت هستیم ترجیح دادم که این محصول جذاب رو توی این کلاس بهتون معرفی کنم. خب خیلیاتون پرسیده بودین که این دستکشی که دستتون زمان طراحی یا کار از کجا تهیه کردین و کلن کارایش چیه و کلن دستکش لازمه یا نه. قصهش برمیگرده به زمانهای خیلی دور، حدود 7 پیش که من کار با آیپد رو شروع کردم. زمانی که من نقاشی میکشیدم این قسمت دست که با صفحه آیپد در تماس بود یا جای دست روی صفحه زیاد میموند یا اینکه عرق میکرد، و زمانی که کار میکردم خیلی این تاچ شدن این قسمت با صفحه آیپد باعث میشد که یه سری دستورا به صورت این تاچی که وجود داشت خودکار عمل کنه و اختیارش از دست من خارج میشد یه زمانی، و اومدم فکر کردم که خب چیکار کنم که این مشکل حل بشه. یه سری دستکش نخی تو بازار حتما دیدین، تو ایران هم هست. اومدم این دستکش رو برای خودم انگشتاشو بریدم که بتونم خیلی راحت کار کنم و این قسمت وقتی تاچ میشه با صفحه مشکلی به وجود نیاره. ولی خب از نظر ظاهری به دلم نبود واقعیتش، چون خیلی زود طول میگیره این فرمایی که تو پارچه ایجاد میشه و کلن از این رنگ و روش و قیافش و اینا خیلی خوشم نمیومد. گفتم چیکار کنم، خوبه یه ایده بدم و یه امضای خودم که به صورت شکل یه قو هست رو، این قو رو من بیام روش نقاشی کنم، که شد این. و قبلا هم صفحه‌م یه چیز دیگه بود اسمش، و یه تبلیغ کارم هست زمانی که من نقاشی میکنم، هم تبلیغ کارمه همین که یکم خوشگل‌تر از قبلیه شد، ولی باز به دلم نبود و یه چیز دستساز خیلی هم اندازش و مدلش رو دوست نداشتم واقعیتش. و دست خیلی از دیجیتال آرتیستا تو یوتیوب میدیدم که از این دستکش دستشونه و چقدر شیک این قسمت بریده شده و دوتا انگشت از این ور گرفته میشه، و با یکیشون چت کردم و یه لینک آمازون برای من فرستاد و گفت که اینو میتونی از تو آمازون تهیه کنی، و خریداری کردم. منتها ایرادی که داشت خیلی زود این قسمت‌های دوختش از هم باز میشه. البته من چند تا از اینا داشتم، این چندمینش این یکم سالم‌تره، و اینکه فری سایزه، یعنی شما یه سایز میتونین انتخاب کنین و حق انتخاب زیادی ندارین. و گذشت تا یه بزرگترش رو پیدا کردم که تو دستم یکم راحت‌تر بود. و مشکلی که این دستکش داره، خب به نسبت قبلیه نه خیلی تنگ بود، ولی فیت هم نیست که قشنگ دست حس خوبی توش داشته باشه. و عزیزانی که میپرسیدن که از کجا میشه تهیه کرد، من نمیتونستم براشون لینک آمازون بفرستم، چون فکر نمیکنم آمازون به ایران ارسالی داشته باشه، یا اینکه باید شما کسی براتون از این ور دستکش رو تهیه میکرد و با خودش میآورد، یا اینکه کلن مشکل بود دیگه. تا اینکه چند روز پیش با یه محصول خیلی جذاب آشنا شدم به اسم دو انگشتی. بریم ببینیم اصلا این دو انگشتی چی هست و حرف حسابشون چیه و چقدر این محصول برای من به شخصه به عنوان کسی که این همه سال از این دستکش ها استفاده میکنم یه قدم خیلی بزرگ رو به جلو و با یه فاصله زیاد از دستکش های قبلی جذابیت های خودشو داره. و حالا بریم ببینیم اصلا دو انگشتی چیه، پس با ما همراه باشید. و اما برند دو انگشتی، اصلا چرا من دو انگشتی رو انتخاب کردم و چرا پیشنهادم به شما هم دو انگشتیه؟ بعد از تماشای این ویدیو خودتون میتونین به این نتیجه برسین، یعنی با حرفایی که زده میشه و مقایسه‌هایی که تو این ویدیو انجام میشه شما خودتون میتونین خیلی راحت تصمیم بگیرین که کسی که نزدیک 7 تو این کار تجربه کسب کرده، با دستکش‌های مختلف کار کرده، دلیلش برای انتخاب دو انگشتی چیه. خب نکته‌ای که برای من خیلی مهمه کیفیته، و دو انگشتی میاد راجع به این موضوع فکر میکنه و 3 فاکتور اصلی در نظر میگیره، یعنی به ضخامت پارچه فکر میکنه، به مقدار پنبه پارچه و مقدار کش پارچه. در صورتی که تو محصولاتی که شما از آمازون تهیه میکنین
فقط یه دستکشه که این قسمت چیده شده و حالت انعطاف پذیری داره و بیشترش پلاستیک و کش هست و برای همینه که خیلی زود بو میگیره و کیفیت لازم رو نداره. و کیفیت برای من خیلی مهمه که این قضیه تو دو انگشتی دیده میشه، برندی که راجبش فکر شده و تولید شده و همینطوری نیومده که خب ما یه برندی میخوایم تو ایران تولید کنیم و مثل بقیه دستکش‌ها این قسمت رو بچینیم و تحویل مردم بدیم. نه، راجبش فکر شده، بسته‌بندی‌ها خیلی شیک و جذابه، در صورتی که شما اینا رو توی فویل پلاستیکی تحویل میگیرین و خیلی ساده، نه اسم شرکت روشه نه سایز بندی داره، در صورتی که دو انگشتی اومده راجب تک تک مواردی که وجود داره سایز دست، اندازه ها و یه بسته بندی شیک تحویل شما میده. سرعت ارسالشون خیلی بالا، یعنی شما کافیه که باهاشون مکاتبه کنین و محصولی که میخواین رو اندازه دقیق بهشون میدین و بسته براتون ارسال میشه. و شعارشون هم اینه که دو انگشتش با ما و سه انگشتش با شما. وقتی که شما به عنوان یه هنرمند دست خودتونو یه دست طلایی در نظر بگیرین و براش ارزش قائل باشین، پس یه کالایی با ارزش هم دستتون میکنین. و حالا زمانی بود که من این محصول رو باهاش آشنا نشده بودم و دستکشایی که دست میکردم دیگه از روی ناچاری و فقط به خاطر اینکه تماس با صفحه آیپد نداشته باشه. ولی وقتی که با محصولات دو انگشتی آشنا شدم، به جای اینکه بیام هر دستکشی دستم کنم، دستکش دو انگشتی رو انتخاب میکنم تا کیفیتی که میخوامو توش بتونم ببینم و اون چیزیه که قشنگ فیت دست منه و به سلیقه خود من کار شده، یعنی ابعاد اندازه‌ای که من ارسال کردم و محصولی که برای من فرستاده شده. و دو انگشتی نمیاد به این اکتفا کنه که خب مثل بقیه محصولاتی که تو بازار وجود داره فقط این دو انگشت به این حالت وجود داشته باشه. و تو محصولات قبلی من خیلی دوست داشتم که نوک انگشتام هم آزاد باشه، چون زمانی که شما میخواین صفحه پروکریتتون رو فول اسکرین داشته باشین، من با 4 تا انگشت باید این کار رو انجام بدم و امکانش نبود و هی باید ضربه میزدم تا اون انگشت چهارم هم صفحه رو لمس کنه. ولی دو انگشتی الان این کار رو برای من راحت کرده. خب این که سر انگشت ها بریده شده فقط دلیلش این نیست، یه دلیل دیگرش هم خانوم ها هستن که خیلی از آرتیست های ما خانوم هستن و به علت اینکه ناخون هاشون بلنده نمیتونن از این دستکش استفاده کنن و دو انگشتی میاد باز فکر میکنه راجع به این قضیه و محصولی تولید میکنه که خانوم ها هم بتونن با ناخون های بلند از این محصول استفاده کنن و وقتی ناخونشون از این سر دستکش میزنه بیرون به مشکل نخورن. و راجع به این قضیه هم فکر شده و نتیجهش میشه این محصول دو انگشتی به صورت انگشت کوتاه که خانوما هم بتونن با ناخن‌های بلند به راحتی کارشون رو انجام بدن و دستکش محافظشون رو دستشون کنن. پس نتیجه کار این شد که دستکش انگشت بلند و انگشت کوتاه، یعنی هم به این صورت و هم به این صورت، یعنی شما میتونین انتخاب کنین که نوک انگشتتون از دستکش بیرون باشه یا به صورت کامل دستتون رو گرفته باشه. و میاد این دستکش رو در سایز بندی های مختلف تولید میکنه، یعنی به صورت small, medium, large و x large که شما این حق انتخاب رو دارین دستکشی رو انتخاب کنین که فیت دستتونه و مجبور نباشین تک سایز تهیه کنین و باهاش کنار بیاین. خب علی‌رغم این که دو انگشتی به تمام شهرستان‌ها ارسال دارن، تو بعضی از استان‌ها شما میتونین خودتون از مغازه این دو انگشتی‌ها رو تهیه کنین و لزومی نداره که منتظر بسته پستیتون بمونین. یکی از اونها تهران هست، استان البرز، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد و همدان. خب اگر تو این 9 تا شهر زندگی نمی کنین و مجبورین که دو انگشتیتون رو به صورت آنلاین سفارش بدین، فقط کافیه که به صفحه اینستاگرامشون برین، دو آندرلاین انگشتی رو تایپ کنین و اونجا میتونین توی این قسمت سایز بندی رو یه بار دیگه چک کنین
قشنگ توضیح دادن که چه قسمت هایی باید اندازه گیری بشه و براشون ارسال بشه. اندازه مورد نظر که به دستتون رسید و براشون ارسال کردین، میتونین انتخاب کنین که دو انگشتی انگشت کوتاه باشه یا انگشت بلند و بهشون دایرکت مسیج میدین و تو بسته‌بندی های شیکی که بهتون نشون دادم دو انگشتی براتون ارسال میشه. اگر دو انگشتی به دستتون رسید و تصمیم به تهیهش گرفتین، خوشحال میشم که از دو انگشتیتون عکس بگیرین، پیج اینستاگرام من و دو انگشتی رو تگ کنین و برنده یه براش جایزه بشین. یکی از دوستان به من دایرکت داده بود که این استوریا که گذاشتی راجع به دو انگشتی واقعیه یا فقط تبلیغه. دوستان من تبلیغ الکی نمی کنم، یعنی محصولی که کیفیت دارم از نزدیک میبینم، خودم دارم مقایسه میکنم و چیزیه که به شما پیشنهاد میدم. پس مطمئن باشین که دروغی در کار نیست و فقط یه تبلیغ نیست، محصولی که راجبش فکر شده و با کیفیت عالی در اختیار ما داره گذاشته میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.